جوانان معترض ایلام به سوی آخوند روحانی اشیای مختلف پرتاب کردند. اعتراضات در شهرهای حویزه، آبیک قزوین، اردبیل و شهر کرد. مراسم چهارمین سالگرد اعدام 5 زندانی در گوهردشت. یک روز اعتصاب قضا در گوهردشت برای بزرگداشت فرزاد کمانگر و 4 شهید دیگر. هشدار زندانیان سیاسی بند 350 اوین نسبت به توطئه وزارت اطلاعات علیه خانواده‌های زندانیان. اعدام جمعی 5 زندانی در کرمان. به گزارش‌های دریافتی مردم به ویژه جوانان ایلام روز چهارشنبه 18 اردیبهشت در اعتراض به سخنان آخوند روحانی در این شهر که به جای پرداختن به وضعیت بیکاری و معضلات مردم در مورد فضای سبز و مناطق جنگلی استان صحبت کرد، محل سخنرانی او را ترک کردند و تنفر خود را از حضور این آخوند شیاد نشان دادند. دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل روز چهارشنبه 17 اردیبهشت در اعتراض به نبود امنیت در خوابگاه این دانشگاه اعتراض کردند. این اعتراض نسبت به ورود یک مزدور رژیم به خوابگاه دختران بود که دانشجویان وی را دستگیر و گوشمالی دادند. کارگران مخابرات استان کوهگیلویه و بوی رحمت نسبت به خودداری رژیم آخوندی از امضای قرارداد دائمی در مقابل استانداری رژیم در شهر کرد تجمع کردند. جمعی از مردم شهرستان حویزه روز چهارشنبه 17 اردیبهشت در اعتراض به افزایش کرایه آژانس‌های تاکسی در برابر دفتر وابسته بازرگانی رژیم تجمع کردند. کشاورزان حومه آبیک قزوین روز یکشنبه 14 اردیبهشت در اعتراض به کاهش شدید قیمت محصولات کشاورزی تمام میوه‌های خود را در معابر عمومی و در کف خیابان ریختند. زندانیان سیاسی گوهردشت کرج روز چهارشنبه 17 اردیبهشت طی مراسمی چهارمین سالگرد اعدام 5 زندانی سیاسی کرد، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، شیرین علمهولی، مهدی اسلامیان و علی حیدریان به دست دژخیمان رژیم آخوندی را گرامی داشتند. زندانیان سیاسی در این مراسم اعلام کردند روز 19 اردیبهشت در یادبود آنان به مدت 1 روز دست به اعتصاب قضا خواهند زد. یادآوری می شود این 5 زندانی سیاسی کرد روز 19 اردیبهشت 1389 توسط دژخیمان رژیم آخوندی در محوطه زندان اوین به چوبه دار آویخته شدند. جمعی از زندانیان سیاسی 350 اوین طی بیانیه‌ای اعلام کردند پس از وقایع 28 فروردین 93 در بند 350 اوین، وزارت منحوس اطلاعات آخوندی اقدام به تهدید و ارعاب خانواده‌های زندانیان سیاسی کرده است. از جمله علوی جنایتکار سربازجوی زندانیان هوادار مجاهدین خلق در تماس‌های تلفنی با خانواده غلامرضا خسروی زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ضمن تهدید آنان گفته قرار است هیئتی از طرف کاترین اشتون به ایران بیاید که قصد دارد با همسر غلامرضا ملاقات کند و اگر او با آنها ملاقات و صحبت کند به عنوان اقدامی علیه امنیت ملی وی را زندانی می کنند و به سرنوشت غلامرضا دچار خواهد شد. در این بیانیه همچنین آمده است این تهدیدات عمق ذلت و استیصال رژیم درمانده آخوندی در مرحله سرنگونی را نشان داده و در این حال بیانگر توطئه‌های کثیف رژیم برای سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های بیشمارش در زندان‌ها و در قبال خانواده‌های زندانیان سیاسی مقاوم و مبارز می باشد. روز سه‌شنبه و چهارشنبه 16 و 17 اردیبهشت زندانی سیاسی ماشالله حائری از بستگان مجاهدان اشرفی در پی وخامت شدید وضعیت جسمیش و خونریزی از ناحیه گوش و بینی به خارج از زندان منتقل گردید. وضعیت جسمی این زندانی سیاسی به نقطه بسیار خطرناکی رسیده اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان این زندانی سیاسی هستند.
رژیم ضد بشری آخوندی در یک اعدام جمعی 5 زندانی را روز دوشنبه 15 اردیبهشت در زندان مرکزی کرمان به دار آویخت. سنین این زندانیان بین 30 تا 42 سال بوده و بعضی از آنها به مدت 4 سال در زندان به سر برده بودند.